دوستای گلم سلام علیکم، حال مالتون چطوره؟ امیدوارم حالتون خوب باشه. به یه زیاد وقتتون نمیگیرم دیگه، خیلی خوش اومد. این روزا که میبینید اکسپلور پر شده از ویدیوهای سم و خنده دار. یه ویدیوی خیلی سم میدیدم و کامنتاشو خوندم، جر خوردم از خنده. گفتم شما هم باید جر بخورید از خنده. وقتی من جر خوردم چرا شما جر نخورید؟ پس برای اینکه بریم این ویدیو رو نگاه کنیم و کامنتاشو بخونیم، اول این ویدیو رو لایک کنید، کانال ما رو سابسکرایب کنید، یه کامنت خوشگلم برام بذارید، قربون نگاهای قشنگتون بشم. بیاریم برای این ویدیوی سمی. اون زمان ها از این گلا میخوردم، سوالات امتحان یادم نره، اما الان از این گل میخوردم رفیقم یادم نره، عشق من رفیق، یه دونه یه دونه یادم رفیقم. آجی خدایی خنده دار بود، خدایی. من اصلا نه کار به قد و قامت این دوست عزیزمون دارم، ایشالله که موفق باشن. بالاخره خیلی باحال بود تولید محتواش، واقعا خندم میگیره نگاه میکنم. خب این بنده خدا هم اینو پست کرده که کسایی که میبینن بخندن دیگه، وگرنه اصلا اشکالی نداره خندیدن بهش. ولی یه سری از هموطنای ما واقعا تو کامنت گذاشتن نامردن، یه چیزایی میذارن آدم نمیتونه نخنده. این اولین کامنت و بیشترین لایک هم خورده بین کامنت ها، یه دونه برداشته از این گیفا که جدید به قابلیت های اینستا اضافه شده، تو کامنت میتونید گیف بذارید. بنده خدا به همه کامنت ها هم جواب میده، گل میفرسته، دمش گرم خدایی. کامنت بعدی نوشته تیبون لینستر ورژن وطنی، موفق باشی رفیق. آره خدایی خیلی شبیهشه. این کامنت از اون کامنت نامردی هاسته بشه، چند وقت دیگه کامل را افتادی، چرخهای کمکی رو در بیار. خیلی لاشی خدایی، آقای ای علیم خیلی لاشی، واقعا زشته. آخه این کمکی های چرخو اگه برگردید به ویدیو دقت کنید، این دو چرخ بچگونه که سوار شده دوتا کمکی داره، بچه بودیم نمیتونستیم تعادلمون رو حفظ کنیم، این کمکی ها رو میزدیم و میرفتیم به امون خدا. خدا لعنتتون کنه. کامنت بعدی گفته که یه فیلتر شکن معرفی کنید همیشه قطع باشه، یعنی من نتونم بسشم بیام اینستا این چیزها رو ببینم. دهنت سرویس. کامنت بعدی هم از اوناست که خیلی نامردیه، نوشته خوش به حالت، گوشیت از دستت بیفته نمیشکنه، ارتفاع کمه. نکنید دیگه آقا، شوخی این مدلی نکنید. اون بنده خدا هم نمیخواسته که مثلا قدش اونقدر باشه، اونجوری خدا اونو اونطوری آفریده. مثل تو که چه میدونم سفیدی سیاهی زنی مردی هرچی هستی، خدا تو رو آفریده. نمیشه کاغان اگه با سروش آشنا نمیشد. بچه کاغان بیت زن چیزه، هیپاپولوژیسته، بعد اونم قدش کوتاهه. مثلا توی این بیفای رپ و این داستانای این رپرها خیلی مسخرهش میکنم به خاطر قد کوتاهش. یکی نوشته که بیار دوچرخه دخترمو بذار سر جاش، گریه میکنه. انشالله که موفق باشی، هم خودت هم دخترموت. این یکی نوشته چرا آخه، یکی به من بگه چرا نه از وطن شانس آوردیم نه از هموطن. وا خب چیه دیگه، هر کی الان یه گوشی گرفته دستش داره تو اینستا تولید محتوا میکنه، به تو چه دقیقا. بعضیا واقعا باید تو کامنت ها گوه بخورن، اگه گوه نخورن نمیشه که گوه نخورن. نمیدونم منظورم میفهمید یا نه. نوشته که به خاطر خندیدن به این میرم جهنم. نه دیگه، همونطور که گفتم این ویدیو رو درست کرده برای اینکه دل ما رو شاد کنه و ما بخندیم، اشکالی نداره. اگه خندیدی یعنی اینکه این بنده خدا به هدفش رسیده. آقا پروفایل این بنده خدا رو بذارم بهتون نشون بدم، این پروفایلشه، پروفایلش هم خیلی خنده دار و سمه، با یه دونه دوربین خیلی حرفه‌ای نشسته و این هدست هم زده. فکر نمی‌کنم شغلش فیلم برداری باشه، ولی پروفایلش باحال خدایی. یکی دیگه از ویدیوهاش هم بریم ببینیم. بابا چه از اگه ارتی بابت ازدواج گلزار اون رفته، من که هستم. خب دیگه نگران نباشید، کسایی که طرفدار رضا گلزار بودن این بنده خدا اومده. یکی هم تو کامنت نوشته بود که فقط ورژن مینیاتوری. یه لاشیه دیگه اومده نوشته چرا همیشه با وسایل بچه ها بازی میکنید، داداش بکش بیرون از سرسره و سه چرخه و اینا، برو توی رستوران دیالوگی بگو. واقعا بعضی خیلی نامردن، بیرحم کامنت میذارن بعضی. بچه ها دمتون گرم که این ویدیو رو تا آخر تماشا کردید. این دوست عزیزمون هم ان شاءالله هر جا که هست موفق باشه، خیلی پیج بال و خفنی داره، آیدیش هم
اینجا الان بهتون نمایش میدم که اگه دوست داشتید برید تو پیجش سر بزنید. اون داستانای لایک و سابسکرایب و کامنت و زنگوله و اینا رو انجام بدید. دمتون گرم و تا یه ویدیوی دیگه خدا نگهدار.